با سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر نظام جمهوری اسلامی می گوید خامنه ای پنج یا شش روز دیگر به منزل منتقل می شود وی گفته است که حال رهبر خوب است و پزشکان از این جراحی راضی بودند علی خامنه ای بامداد دوشنبه در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت خبرگزاری های ایران اشاره به محل بیمارستان او نکردند این برای نخستین بار است که درباره روند درمانی علی خامنه ای اطلاع رسانی شده است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه به آستانه پایتخت قزاقستان وارد شد به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای روحانی در بد ورود به شهر آستانه مورد استقبار یرلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان قرار گرفت روحانی در فرودگاه آستانه گفت که در ملاقاتهای خوبی که در بیشکک و شانگهای با همتای قزاق خود داشته دو طرف به توافق خوبی رسیدند که امروز سهشنبه در خصوص این توافقها و راه های گسترش بیش از پیش روابط آستانه تهران با رئیس جمهوری قزاقستان گفتگو خواهد کرد حسن روحانی در سفر پنج روزه خود پس از دیدار با رئیس جمهوری و مقام های ارشد قزاقستان به تاجیکستان خواهد رفت و در نشست سران سازمان شانگهای در دوشنبه نیز سخنرانی خواهد کرد کاترین اشتون که نمایندگی شش قدرت جهانی را در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر عهده دارد میگوید که مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی با گروه پنج به علاوه یک پیرامون برنامه هسته‌ای تهران دارد گفته می شود یکی از موارد اختلاف میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق جامع هسته تا آذر تعداد سانتریفیوژ هایی است که ایران اجازه خواهد یافت فعال نگه دارد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی شش قدرت جهانی را در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر عهده دارد میگوید موازه جمهوری اسلامی فاصله زیادی با گروه پنج با علاوه یک پیرامون برنامه حسده تهران دارد اما طی مذاکرات هفته آینده این شکاف میتواند کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری در پیشرفت این گفتگوها تصریح کرده است با اینکه معتقدیم دیدگاه ما با جمهوری اسلامی فاصله بسیاری دارد با این همه امکان کم کردن شکاف در مواضع وجود دارد خانم اشتون میگوید ما با آگاهی کامل از انتظارات جامعه جهانی که خواهان توافقی خوب و مثبت هستند مسمم هستیم که به نتیجه برسیم در خبر دیگر پیرامون برنامه اتمی ایران علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در دیدار با مارتین لینگارد وزیر امور خارجه دانمارک گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای از جدی و صادقانه دارد و بر تداوم همکاری با آژانس المللی انرژی اتمی نیز تاکید دارد آقای شمخانی گفته البته ما بر دستیابی کامل به حقوق قانونی خود نیز اصرار داشته و هیچ گونه زیاده خواهی را نخواهیم پذیرفت. وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار گفت مذاکرات ای با تلاش ارزشمند طرفین برای دستیابی به توافق جامع علیرغم وجود برخی اختلافات در مسیر امیدوار کننده به پیش می رود. در رویدادی دیگر نیز خبرگزاری رویترز از دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی در اواخر ماه جاری میلادی خبر داده است. به گزارش رویترز محققانی که در حال انجام بازرسی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند به مقامات کشورهای آمریکا، چین و روسیه اجازه خواهند داد درباره اینکه آیا ایران اقدام به پنهانکاری درباره برخی از جنبای برنامه هسته‌ای خود کرده است یا خیر تصمیم بگیرند بر اساس گزارش‌ها یکی از موارد اختلاف میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا آزرما تعداد سانتریفیوژ هایی است که ایران اجازه خواهد یافت فعال نگه دارد علی خامنهای در تیر ماه امسال گفته بود ایران در سالهای آینده به 190 هزار سو قنیسازی اورانیوم نیاز قطعی دارد. واحد جداسازی اورانیوم یا سو عبارت از ظرفیت قنیسازی واحدهای سانتریفیوژ است، اما اینکه دقیقا ایران چه مقدار سانتریفیوژ لازم دارد و نیاز قطعی ایران به این مقدار در چه سالی است، هنوز مشخص نیست. آقای خامنه‌ای درباره پیشنهاد غرب گفته است: هدف آنها این است که ایران را در باب ظرفیت قنیسازی به ده هزار سو راضی کنند که محصول حدود ده هزار سانتریفیوش از همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم است به روز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پانزدهم شهریور ضمن تکذیب گزارش ها در خصوص موافقت ایران با کاهش تعداد سانتریفیوش ها گفت هیچ توافقی درباره تعداد سانتیفیوش ها و میزان غنیسازی صورت نگرفته است با سرراخچه مسئول تیم مذاکره کننده هست ای ایران نیز چهارشنبه هفته گذشته اظهار امیدواری کرده است که تا آذر ماه توافق جامع هست حاصل شود معاون وزیر خارجه ای ایران گفته با گروه پنج بعدا یک در هفتاد درصد مفاد مورد نظر توافق داشتیم و با هوشیاری لازم مذاکرات را دنبال می کنیم. به افزوده نگارش متن توافق نامه با گروه پنج به علاوه یک بیشتر شکلی است و پس از توافقات نهایی این امر صورت می به یادآور شده حدود 70 درصد متن توافق آماده و سی درصد از متن به صورت نقطه چین تدوین شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده سی درصد باقی مانده از توافق نامه از نظر کیفی و محتوایی هنوز تایید نشده اما در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم و این پیشرفت ها دلیل تمدید مذاکرات بوده است. عراقچه ادامه داده طرفین مذاکرات هسته ای از آن داشتند که پیشرفت ها خوب بوده و میزان درک از موازه از سوی طرفین قابل توجه است. اما در این میان اختلافاتی وجود دارد که برخی از آنها عمیق است به گفته امیدواریم در دور بعدی مذاکرات که اجدام سپتامبر در نیویورک برگزار می شود بتوانیم توافقات خوبی داشته باشیم جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند این دور از مذاکرات روز 27 شهریور برگزار خواهد شد دور قبلی مذاکرات هسته در تیر ماه بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید تاریخی که توافق شش ماهه ژنو به اتمام رسید و این توافق برای چهار ماه دیگر تا سوم آذر ماه تمدید شد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران میگوید که تعارضی میان صحبت حسن روحانی در مورد حجاب و اقدامات نیروی انتظامی نمی بیند. و این نیرو در چارچوب قانون وظایف خود را انجام خواهد داد. وی اشاره کرد که در موضوع حجاب و افاف اقدامات انتظامی مقایرتی با اقدامات فرهنگی ندارد. وی در عین حال گفت که مسئولیت عملکرد این حوزه با خود دولت است و پلیس بدون هماهنگی با مسئولان این حوزه در دولت و قوه قضائیه اقدامی انجام نمیدهد. رئیس جمهور ایران روز یک شنبه با انتقاد از سیاست های افاف و هجاب در ایران گفته بود که با مینیبوس، پاسبان و سرباز فرهنگ درست نمی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در عین حال از خروج کشور از رکود اقتصادی خبر داد و این در شرایطی است که یکی از نمایندگان مجلس با ارتکاب آمار و ارقام گفته های آقای روحانی را رد کرده و وزیر کار دولت آقای روحانی هم درباره افزایش چند میلیونی بیکاران هشدار داده است مجلس عراق دوشنبه شب 17 شهریور صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حیدرالعبادی را بررسی کرد و به دولت جدید این کشور رأی اعتماد داد بر اساس توافق تازه برای تقسیم قدرت در عراق صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان معاونان سنی و کرد نخست وزیری رأی اعتماد گرفتند ابراهیم الجعفری هم به عنوان وزیر امور خارجه رأی اعتماد گرفته است با این حال وزرای کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند و قرار است ظرف روزهای آینده نام آنها اعلام شود نوری مالکی و عیاد علاوی نخست وزیران پیشین عراق و اسام النجیفی رئیس سابق پارلمان نیز به عنوان معاونان رئیس جمهوری انتخاب شدند آنگونه که منابع خبری گزارش دادند مهمترین پست های وزارتی میان سه گروه اتحاد گروه های ملی اهل سنت اتحاد ملی شیعیان و اطلاف کردها تقسیم شده است کابینه هیدرالعبادی پنجمین دولت عراق از زمان سرنگونی صدام حسین است نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمد زی گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بنبست رسیده است از سوی دیگر یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفته است که عبدالله عبدالله باید نتایج انتخابات را بپذیرد و در تشکیل دولت وحدت ملی شرکت کند قرار است نتایج بازشماری آرای انتخاباتی تا اواخر هفته جاری اعلام شود. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد پست ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که نتایج بازشماری آرای دومین دور انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد پذیرفت. به گفته وی، مذاکرات با اشرف غنی احمدزی رقیب انتخاباتی وی برای تشکیل دولت وحدت ملی نیز به بنبست رسیده است خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد که عبدالله در جمع هواداران خود اعلام کرد که وی برنده هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است اما مقامات کشوری رقیب وی احمدزی را برنده انتخابات معرفی می‌کردند دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل و دور دوم در ماه جوان برگزار شد اما اختلاف بر سر سلامت انتخابات باعث شده است که اعلام نتایج نهایی انتخابات تا به امروز دچار تأخیر شود و انتظار می رود که نتایج دور دوم انتخابات در اواخر هفته جاری توسط کمیسیون انتخابات اعلام شود در روند شمارش آرای دور دوم انتخابات آقای عبدالله مدعی شد که به نفع رقیب وی تقلب صورت گرفته است و نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت اما بعد از میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار شد که دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تشکیل گردد و با مد نظر قرار دادن شرایط دو نامزد آرای مشکوک باطل و آرای پاک دوباره بازشماری شود اکنون که انتظار می رود نتایج آراته چند روز آینده اعلام شود آقای عبدالله می گوید که بر اساس آرای واقعی افغان ها وی برنده انتخابات است و نتایجی را که اعلام خواهد شد نمی پذیرد. بر اساس این گزارش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه هفته جاری با هر دو نامزد گفتگوی تلفنی داشته است. آمریکا اصرار دارد که هر دو نامزد اعتلاف کنند و دولت وحدت ملی تشکیل دهند. اما عبدالله میگوید که مذاکرات پیرامون این موضوع نیز به بنبست خورده است. دو نامزد روز دوشنبه با هم دیگر گفتگوی روی در روی داشتند اما این مذاکرات هم به نتیجه‌ای نرسید. با این حال، آقای عبدالله نگفت که آیا از مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی کنار خواهد کشید یا خیر وی اشارهای به اقدام بعدی خود نیز نکرد و تنها به هواداران خود توصیه کرد که از خشونت پرهیز کنند به رغم هشدار عبدالله به هواداران خود برای اجتناب از خشونت احمد وردک وزیر سابق دفاع این کشور به آسوشیت پرس گفته است که هواداران افراطی عبدالله ممکن است خشونت براه راه به گفته وی احتمال خشونت وجود دارد آقای وردک افزود که برخی از کشورها من به ایجاد خشونت هستند که دو تا از آنها در شرق و غرب ما هستند وردک به نام این کشورها اشاره ای نکرد اما آسو شتت پرس می نویسد واضح است که منظور وی از شرق و غرب پاکستان و ایران هستند. با این حال کبیر رنجبر یکی از اعضای تیم احمد زی با بابازنده ضعیف خاندن عبدالله از وی خواسته که نتیجه شمارش آرا تحت نظارت نهاد سازمان ملل و جامعه جهانی را بپذیرد. وضعیت نامعلوم و پرمناقشه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی که امروز سهشنبه سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود فرمانده نظامی سابق این کشور است که از وی به عنوان قهرمان ملی یاد می شود. وی دو روز قبل از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا کشته شد. اتحادیه اروپا تحریم های تازه ای را علیه روسیه تصویب کرده است این تحریم ها که صنعت نفت روسیه را نشانه رفتند از امروز شنبه 9 سپتامبر اجرا می شوند. روسیه در پاسخ می خواهد آسمانش را به روی هواپیماهای غرب ببندد. دیمتری مددوف نخست وزیر روسیه در گفتگویی که روزنامه ودوموستی با او انجام داده اظهار کرده که روسیه تاکنون نسبت به تحریم های غرب صبور بوده است. به گفته نخست وزیر روسیه آنگاه که شرکت های هواپیمایی غرب ناگزیر شوند آسمان روسیه را دور بزنند بی تردید تعداد زیادی از این شرکت ها که توان مالی چندانی هم ندارند ورشکست خواهند شد روزنامه لوموند خبر داد که یک بیمارستان در عربستان برای درمان بنیادگرایی و افرادگرایی تأسیس شده و رئیس آن یک جنرال سعودی است بر اساس این خبر ساکنان این مرکز که چیزی میان آسایشگاه و ندامتگاه است معمولا بعد از دوران زندان به آورده می شوند علاوه بر حق ملاقات با خانواده این افراد می توانند در کلاس های دین شناسی و همچنین جلسات روان درمانی کارگاه نقاشی و البته فعالیت های ورزشی شرکت کنند در همین حال جنرال منصور الترکی سخنگوی پلیس سعودی گفته است در دو سال سه هزار تروریست بنیادگرای قدیمی از زندانهای ما بیرون آمده و فقط ده درصد آنها دوباره به راه قبلی بازگشتند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفر به ترکیه پیرامون چگونگی را یافتن راه حلی برای مقابله با گروه تروریستی داعش با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. حقیقت این هست که سفر روز دوشنبه گل وزیر دفاع امریکا به ترکیه در این روزها از اهمیت زیادی برخوردار هست هرچند محور گفتگوها در این سفر همکاری های میان دو کشور هست اما مشخصا بررسی مسائل منطقه به ویژه چگونگی مقابله با گروه تروریستی داعش موضوع و هدف اصلی این سفر هستش میدونیم این هفته در جریان اجلاس ناتو رئیس جمهور دو کشور ترکیه و امریکا گفتگوهای مفصلی رو در این زمینه انجام دادن در همین اجلاس هم بود که مشخصا باراک اوباما ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از برنامه کشورش برای ایجاد یک اعتلاف جهانی بر علیه داعش سخن گفت اعتلاف بزرگی که به گفته باراک اوباما با همکاری ده کشور تشکیل خواهد شد که امریکا ابراز تمایل کرده ترکیه هم در این زمینه همکاری لازم رو با این کشورها داشته باشه آنطور که آقای اوباما تاکید کردن هدف امریکا نابود کردن گروه تروریستی داعش هستش آقای اوباما در توضیح شکل و نوع اقدام امریکا در رویارویی با گروه اسلامی داعش گفتن همان برخوردی که امریکا با القاعده داشته در مورد داعش نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت از این روز سفر چاکگل به ترکیه در راستای همین هدف است آقای چاکگل در سفر روز دوشنبه خودش به ترکیه ابتدا با ارتش بود نجد اوزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه دیدار و گفتگو کردن همینطور ملاقات های جداگانی نیز در این ارتباط با آقای ارغان ریاست جمهوری و آقای داودغلو نخست وزیر راشن این که قرار قرار هست طی روزهای آینده جانکری وزیر امور خارجه امریکا نیز در سفر به خاور میانه دیداری هم از ترکیه داشته باشند تا علاوه بر گفتگو با مقامات دو کشور عربستان و اردن با مقامات ترکیه نیز در این زمینه به و مشورت بپردازند هرچند هنوز در خود امریکا این موضوع محور بحث و گفتگو هستش و آقای اوباما روز چهارشنبه همین هفته قرار هست در یک سخنرانی استراتژی نهایی امریکا برای مقابله با داعش رو تشریح کنن و در این زمینه کنگره امریکا رو متقاعد به کمک و همکاری بیشتری بکنه به گفته آقای اوباما در طرح ائتلاف جهانی بر علیه داعش امریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد و یک سری عملیات ضد تروریستی رو بر علیه این گروه صورت خواهد داد. اما از سوی دیگه برخی کارشناسان معتقدند ترکیه تمایل چندانی هم نداره که در اعتلاف جهانی بر علیه داعش مستقیما شرکت داشته باشه چرا که با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش در حمله ماه جوان به کنسولگری ترکیه در عراق تعدادی از شهروندان ترک رو در اسارت خودش داره این دخالت مستقیم میتونه امنیت جانی این گروگانها رو به خطر بندازه اما با این همه و در شرایط کنونی بیشتر امیدواری امریکا برای این موضوع خواهد بود که ترکیه کنترل بیشتری بر روی مرزهای جنوبی خودش داشته باشه تا پیکارجویان خارجی که قصد پیوستن به داعش رو دارن نتونن از این مسیرها استفاده بکنن و احیانا وارد خاک سوریه و عراق بشن حتی آقای اوباما در دیدار اخیر خودش با آقای اردوغان هم مشخصا به همین موضوع اشاره کرده بودم و گفته بودن که من مایلم به خاطر همکاری های نظامی و اطلاعاتی بین ترکیه و امریکا در خصوص مسئله شبه نظامیان خارجی قدردانی بکنم و این موضوع است که هنوز جای زیادی برای کار داره با این همه به نظر میرسه در شرایط کنونی همکاری نزدیکتر ترکیه با امریکا برای دولت امریکا به منظور یافتن راه حلی در مسیر پایان بحران عراق حائز اهمیت ازش و از سفر قریب الوقوع چاکگل و جانکری رو به این کشور در این راستا باید بررسی کرد. گزارشی که شنیدید از مهیستان بخیاری گزارشگر ما از ترکیه بود. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم از طرح بحث جدایی دین از سیاست در حوزه های علمیه ابراز نگرانی کرده است وی از نمایندگان طلاب خواسته این مسائل را در حوزه ها تحت نظر و کنترل داشته باشند پس از بحران سال 1388 و افزایش انتقادها از روحانیت برخی خواستار کنارگیری آرام روحانیت از سیاست و قدرت در ایران شدند علی خامنه نیز سال 1391 در خراسان شمالی درباره رشد سکولاریزم در, سکولاریز در حوزه های علمیه هشدار داده و از نزدیکان خود خواسته در برابر این جریان بایستند جعفر شجونی با اشاره به تندروی های جبهه پایداری ضمن تأکید بر اینکه تندروی خیلی هم خوب است گفت مصباح یزدی به عنوان پدر جبهه پایداری با محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قوم که به عنوان پدر معنوی اصولگرایان شناخته می شود در جریان مجلس دهم ده شورای اسلامی اعتلاف خواهند کرد شجونی که از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه است گفت از مسباح هم دعوت شده است که به این اعتلاف بپیوندد و حتی قرار است ایشان هم به جامعه تون... ببخشید و حتی قرار است که ایشان هم به جامعه ملحق شوند و بین ایشان و آقای یزدی ائتلافی صورت بپذیرد گفتنی سایت تدبیر در این باره نوشته است که مسباح چندان هم به این نزدیکی تمایل نشان نمیدهد و حتی در دیدار با تقوی که بانی شکلگیری این همگرایی است گفته بود که اعتراف در این موارد را امری غیر واقعی و محال میداند نتایج آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان میگوید که نزدیک به 70 درصد از جوانان از فیلتر شکن استفاده میکنند جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده بود که در مبارزه با ماهواره هم شکست خورده است چند روز پیش نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم اعلام کرد بیش از 50 درصد مردم قوم گیرنده ماهواره دارند و این آمار وحشتناک است نتایج آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان میگوید که نزدیک به 70 درصد از جوانان 15 تا 29 ساله ای ایرانی برای دسترسی به اینترنت و شبکه اجتماعی از فیلتر شکن استفاده می کنند. محمد تقی حسنزاده رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه 17 شهریور گفته است که 12 درصد از جوانان در ایران از اینترنت برای دانلود فیلم، عکس و موسیقی و کمتر از 5 درصد برای مراجعه به سایت‌های به گفته او غیر اخلاقی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا وی افزوده است بر اساس نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش های جوانان حدود 68 درصد جوانان ایرانی از اینترنت استفاده می کنند که بیش از 19 درصد آنان برای چت، 15 درصد برای منظور ارتباط با شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، بیش از 15 درصد برای سرگرمی و بازی و 10 درصد برای پژوهش‌های علمی از اینترنت بهره می‌برند. نتایج این پیمایش ملی در حالی منتشر می شود که شبکه های اجتماعی و بسیاری از وبسایت های خبری در ایران فیلتر هستند و این فیلترینگ گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و استفاده معترضان از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی گسترده تر شد. در این نظرسنجی که از 15 هزار جوان در سال 1392 انجام شده پرسش های نیز درباره ورزش، شغل، همسریابی و نگرانی های عمده جوانان مطرح شده است. مقام های جمهوری اسلامی سالها با انواع روش ها تلاش کردند مانع گسترش اینترنت و ماهواره ها شوند. آنها با فیلتر کردن سایت ها و برخورد با مردم برای ماهواره کوشیدند خواسته های خود را تحمیل کنند موضوعی که خود مقامات ایران اعلام می کنند در آن شکست خوردند در این رابطه دو روز پیش پرویز علیزاده معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت ماهواره به اندازه گسترش یافته که مقابله با آن به ضرر حاکمیت تمام می شود آقای علیزاده در گفتگو با خبرگزاری تصنیم افسوده بود در حال حاضر 70 تا 80 درصد مردم ایران گیرنده ماهواره دارند به گفته وی در علم جرم شناسی زمانی که منحنی یک جرم خاص از یک حد بالاتر رفت مبارزه با آن جرم به ضرر حاکمیت است به افزوده در حال حاضر جمعوری ماهواری مردم نوعی تقابل محسوب می شود و همچنین این کار تبعات اجتماعی به دنبال دارد و کما اینکه قبلا نیز وجود داشت. این مقام قضایی اضافه کرده با جمعآوری ماهواره اعتراضات و نارضایتی مردم افزایش پیدا می کند. و حتی با برچیدن ماهواره ها مردم پس از چند روز دستگاه گیرنده دیگری را جایگزین می کند. به گفته وی تلمبار شدن حجم جرایم بر روی هم و فقدان مقابله صحیح با آن سبب می شود نتایجی به دنبال داشته باشد که مبارزه را به شدت سخت می کند. در همین رابطه هفته گذشته هم محمد رضا آشتیانی معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم اعلام کرده بود که بیش از 50 درصد مردم قوم گیرنده ماهواره دارند و این آمار وحشتناک است گفتنی است نتایج نظرسنجی که توسط وزارت ورزش و جوانان انجام شده ترهیست موسوم به پیمایش ملی ارزشها و نگرش های جوانان ایران این طرح از سال 1379 خورشیدی و در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران آغاز شد. این پیمایش ملی هر سه سال یک بار در ایران اجرا می شود. وکیل فاطمه هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی دادگاه موکلش را به دلیل نداشتن شاکی خصوصی غیرقانونی و اتهام موکلش را مسخره خواند فاطمه هاشمی رفسنجانی نیز پس از دادگاه تجدید نظر خود از رهبر جمهوری اسلامی خواست که برای دادگاه ها ناظر بگذارد و گفت که با این دادگاه ها باید به حال مردم گریست فاطمه هاشمی رفسنجانی 21 مرداد 1392 در اعتراض به سخنان مطرح شده در جلسه رعی اعتماد به وزیران دولت حسن روحانی علیه مهدی هاشمی برادرش در نامه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود که آقای لاریجانی ای کاش مهدی برادر شما بود سازمان تبلیغات اسلامی که یک نهاد دولتی است چهار سال از تلاش می کند انتشارات خارزمی را مصادره کند این سازمان ادعا می کند که سهام قالب انتشارات خارزمی را در اختیار دارد و خانه تصمیم گیری در سیاست های کلان این انتشارات است انتشارات خارزمی به مدیریت علیرضا حیدری اما این ادعا را نپذیرفته است پرونده این نزاع حقوقی در حال حاضر در مرحله صدور رأی دادگاه بدوی است. به گزارش زمانه چهار سال است که سازمان تبلیغات اسلامی تلاش می کند انتشارات خارزمی را تصرف کند و به مالکیت خود درآورد. انتشارات خارزمی که در سال 1347 تأسیس شد یکی از ناشران معتبر ایران است. در سال 1352 بین سهامداران انتشارات خارزمی اختلاف پیش آمد و با پادر میانی عبدالرحیم جعفری این اختلافات از میان برداشته شد. عبدالرحیم جعفری در همان سال تعداد قابل توجهی از سهام خارزمی را خرید تا این نشر بتواند به فعالیتهایش ادامه دهد. عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیر کبیر گسترده ترین مؤسسه نشر کتاب در خاورمیانه میانه است. پس از انقلاب اما اموال او را مصادره کردند و انتشارات امیر کبیر را سازمان تبلیغات اسلامی مصادره کرد آن تعداد سهام خارزمی هم که به عبدالرحیم جعفری تعلق داشت در مالکیت و تصرف سازمان تبلیغات اسلامی درآمد مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مرداد ماه سال جاری پیش از صدور رأی دادگاه بدوی در پرونده خارزمی با قطعیت گفته بود رأی دادگاه صادر می شود و واگذاری صورت می گیرد. در همین گفتگو مهدی خاموشی خط مشی آتی انتشارات خارزمی را هم مشخص کرده بود. به گفته او انتشارات خارزمی را به اختزای خارزمی اداره خواهیم کرد. یعنی اگر آنجا معروف به روشن فکریست ما حتما با نگاه انقلاب اسلامی انتشارات خارزمی را اداره خواهیم کرد. سازمان تبلیغات اسلامی ادعا می کند که سهام غالب انتشارات خارزمی را در اختیار دارد و خواهان تصمیم گیری در سیاست های کلان این انتشارات است. انتشارات خارزمی به مدیریت علی رضا حیدری اما این ادعا را نپذیرفته است. مهدی خاموشی گفته روزی که سوره مهر را تحویل گرفتیم خدا کمک کرد و به اینجا رسید. فقط خدا خواست اگر طبق رأی دادگاه ما سهام غالب باشیم اقدامات را انجام می دهیم. انتشارات سوره مهر از زیر مجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1392 با انتشار 189 عنوان اثر تبلیغی از مجموعه آثار اسلامی نویسان بازار کتاب را در انحصار خود قرار داد کتاب هایی مانند نورالدین پسر ایران و فرمانده من که سوره مهر منتشر کرده 61 بار تجدید چاپ شد پایی که جاماند چهل و یک بار و لشکر خوبان سی و سه بار و حماسه یاسین سی و سه بار تجدید چاپ شدند آیت الله خامنه ای بر برخی از این آثار تفریض نوشتند بسیاری از این کتاب ها به طور گسترده در اختیار نهادها و وزارتخانه ها و کتابخانه ها کتاب های مدارس کشور قرار می گیرد یکی از ادعاهای سازمان تبلیغات اسلامی همین است که نزاع حقوقی خارزمی با سازمان تبلیغات اسلامی باعث شده که خارزمی رو به فطرت بگذارد سازمان تبلیغات اسلامی میگوید میداندار نشر کشور است و به همین دلیل اگر باقی مانده خارزمی را هم تصرف کند می تواند این نشر را احیا کند عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیر کبیر پیش از این گفته بود که از سوی احمد جنتی و از ترس اعدام خود و فرزندانش صلحنامه ای را امضا کرده بود که به موجب آن سلس اموالش را به دانشگاه امام صادق یا حوزه علمیه ببخشد اما دانشگاه امام صادق و حوزه علمیه از پذیرش این اموال قسمی خودداری کرده بودند در سال 1362 احمد جنتی که ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده داشت کلیه اموال عبدالرحیم جعفری و از جمله سهام او در خارزمی را مصادره کرد شکایت عبدالرحیم جعفری به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت هم بیپاسخ ماند اکنون از ظواهر امر چنین برمی آید که پادرمیانی میانی عبدالرحیم جعفری در اختلافات خارزمی در سال 1352 و قصب اموال جعفری در سال 62 توسط احمد جنتی دامن انتشارات خارزمی را گرفته و سرنوشت یکی از مهمترین ناشران ایران را برای همیشه دگرگون خواهد کرد آخرین آماری که از هزار نفر از کارتون خوابهای تهران توسط فعالان حوزه مدنی و اجتماعی گرفته شده است نشان می دهد دو درصد از کارتون خوابهای تهران HIV مثبت هستند و 63 درصد از کارتون خوابهای تهران هم یک سال است که کارتون خواب شدند و نکته جالب اینجاست که این 63 درصد افراد بین سی تا چهل ساله هستند سایت پیام نو با اعلام این آمار نوشت پدیده در شهر به نام بچه های کارتون خواب در حال وقوع است این بود مجموع گزارش های امروز ما تا فردا خدا نگهدار